فرانسه با وضع قوانین جدیدی موسوم به قوانین مبارزه با جدایی طلبی تا کنون مساجد و انجمنهای فراوانی را تعطیل کرده است حالا قرار است تا پایان سال جاری میلادی یعنی تقریبا یک ماه دیگر هفت مسجد و انجمن مذهبی دیگر تعطیل شود همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد فرانسه کشوری است با خیابانهای زیبا و برج ایفل معروف اما مسلمانان دیگر در این کشور گونه که باید نمیتوانند از این زیبایی ها برخوردار بوده و لذت ببرند زیرا قانونی در فرانسه وضع شده که در پایان آنها را هدف قرار می دهد. حالا چه عضو گروه های افراتی مانند تروریست های داعش و طالبان و غیره باشند یا نباشند جدیداً وزیر کشور فرانسه اعلام کرده که تا پایان سال جاری میلادی هفت مسجد و انجمن مذهبی دیگر که به گفته وی مزنون به ترویج اسلامگرایی افراطی هستند بسته خواهند شد. جرال دارمانن از تصمیم تعطیلی شش ماه مسجدی در شهر الون فرانسه به این دلیل که به گفته وی از اسلام افراطی حمایت می کند نیز استقبال کرد. همچنین به گفته وی قرار است حساب بانکی مسئولان این مسجد توقیف شود. دارمانن همچنین گفت که از آغاز به کار امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه 13 انجمن مذهبی در این کشور تعطیل شدند. او با اشاره به تعطیلی 92 مسجد از 2500 مسجد کشور در نتیجه بازرسی ها گفت که از سپتامبر 2020 مجوز اقامت 36 هزار تبع خارجی نیز به دلیل آنچه تهدید نظم عمومی انوان کرد لغو شده است در ماه اوت مقام ارشد قانون اساسی فرانسه قانون بحث برانگیز مبارزه با جدایی طلبی را تصویب کرد که به دلیل تبعیض علیه مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفت و در پایان تنها دو ماده از آن را حذف کرد این لایه با وجود مخالفت شدید قانونگذاران راست و چپ در ماه ژوئیه توسط مجمع ملی فرانسه تصویب شد دولت ماکرون مدعی است که هدف از این قانون تقویت سیستم سکولار فرانسه است اما منتقدان معتقدند که این قانون آزادی مذهبی را محدود کرده و مسلمانان را به هاشیه میبرد این لایه به دلیل هدف قرار دادن جامعه مسلمانان فرانسه به عنوان بزرگترین جامعه مسلمانان اروپا و اعمال محدودیت در بسیاری از جنبه های زندگی آنها مورد انتقاد قرار گرفته است. این قانون به مقامات اجازه می دهد تا در مساجد و انجمنها مداخله کرده و همچنین امور مالی انجمنها و سازمانهای های قیل دولتی یا همان NGO های وابسته به مسلمانان را کنترل کنند. این قانون همچنین تحصیل خانگی مسلمانان را منوط به مجوز رسمی دانسته و انتخابهای تحصیلی آنها را محدود می کند. بر اساس این قانون بیماران از حق انتخاب پزشک یا جنسیت دلخواه خود به دلایل مذهبی یا دلایل دیگر منع شده و آموزش سکولاریسم برای همه کارمندان دولت اجباری شده است. فرانسه حتی از سوی سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی به ویژه سازمان ملل به دلیل هدف قرار دادن و به هاشی راندن مسلمانان با این قانون مورد انتقاد قرار گرفته است. فعالان مذهبی می این قانون تر خشک را با هم می و حتی مسلمانان شیعه و میان روحا را تحت فشارهای اجتماعی قرار می دهد.